خوب میلی دلی انشاءاللہ دزل جوڑی گی دا وطن آبادی گی دا وطن آبادی گی دا ترش پولغی گی وزیر راکی گی دا وطن آبادی گی دا وطن آبادی بسم الله الرحمن الرحیم. بینندگان محترم رادیو تلویزیون ملی و علاقمندان برنامه میهن من، سلام بر شما. با عرضی صحت و سلامتیتان، قسمی که شما در تصویر مشاهده میکنین، ما به سلسله برنامه های میهن من از ولسوالی های ولایت فاریاب، این بار در ولسوالی انخوی این ولایت آمدیم تا گزارشی از وضعیت عمومی در این ولسوالی داشته باشیم. پیشرفت ها و بازسازی هایی که در طی دو سال اخیر صورت گرفته و همچنان خواست های مردمی در زمینه های مختلف چی هست، با این گزارش همراهی مان بکنین تا ختم برنامه. شیب بشمار پر مختگونا دا وطن آبادی گی دا وطن آبادی گی پنظرہ جوڑا قشت پا بوا بہی گی دا وطن آبادی گی دا وطن اینی شور انخوی است، داخل شور استیم، گوش پروشی در پروشی داریم امینجا. الحمدللہ امشب روزا میگذره، اینا پرشا جو شده راسته، خوشکار خوشتیفا. وضعیت مردم 80% تغییرات میه، کار بارا زیاد میشه، مردم کشتیکار، زمیندار، مالدار از دم آو استفاده میکنن، کارهای مردم خوب میشه. اکثرا مردم اولوسوالی انخوی میشه مثبت، دیگه اولایت خوب است، کار بار امنیت هم خوب است، همین امنیت خوب است، قبل که فیلم خوب است، چرا که در امارات اسلامی شب روز گزمه و گانلیزی کلی چیز تامینش صحیح است. شکر الحمدلله خوب است، سعوده هم خوب است، روزگار هم خوب است، ماشاءالله. انخوی امی آب کم از امی آب بیای خوبتر است انشاءالله. مشکلات انخوی ما این امی آب است انشاءالله، اگر آب بیای خوبتر است خوب میشه انشاءالله. شکر الحمدلله خوب است، همین هم کمک مردم که در هستن، هر جایی که ماجرای پاکستان و ماجرای امریکیان کمک کرده رفتن، هر که میتوان قدرت کمک میکنن. خوب است الحمدلله، حکومت ما پل خدای امارت اسلام خوب است، ما خوش هستیم انشاءالله، آرامی است، عملیتش خوب شد. من شو متروالی قلاز قشلاله بار کلاز، چک منگه بار کلاز، شکر و یخش بوله بری گرمر پکر آز با بازرست بازار خرج بولد، بازار از تیل پول کسی دم بولد، شندالا بولد کرو یخش آباد لیله بار شو خوش تی پانسو کلاد دیسو که انوشه کل زه بولد. شکر خوش بزده، اوشه تیز راق پالیت بولده ایشلنسه کب خوش بزده. بخاطر هم آدم بروز بازار حتم میاییم، یک شکر میاییم دیگه طرف بای بازار، دما باشه که بارش شوه، آب باشه، ما مردم دیقانکار هستیم، آب باشه مردم کارش خوب میشه. پروژه قشتیپه اینجا بیایه دما بخی 100% کار ما خوب است. خوب آدم بازسازی من دیده رو هستین، خوب بود بازسازی است، اینجا طرف های شهر خوب است دیگه، بازسازی خوب است، از طرف امنیت رضا هستیم، حال خود راضی هستیم. مردم ولسوالی اندخوی زیادتر هم کاربار دیقانی زراعتکار است یا مالدار است، همی خشکسالی شده بخی ضرر رسانده دیگه، در کشت زراعت هم در مالداری هم بخی ضرر رسانده. همی کاش که آب خوشتبره اینجا، کانال خوشتبره اینجا می آورد، خود به خود مردم در کار مشغول میشه دیگه، مصروف میشه. خوشحال و گری دا وطن دی دا وطن آبادی گی دا وطن آبادی گی اس نه جگڑیشتا و نصری وین بہی گی دا وطن آبادی گی دا وطن آبادی گی خوب میلی دلی انشاءاللہ دزل جوڑی گی دا وطن آبادی گی دا وطن آبادی گی اینجا بخاطر نفقه رادگر خرید پروش. چی خرید پروش میگی؟ اینه پخته و تخم خربوزه و تخم تربوز و اسپندانه و همه رقم چیزه، این پنبه در میدانه کشت میشه. شکر پدل خدا مردم انخوی زمین او کشیدن، انخوی او نیست،
او کشیدن ادمه او پنبه دانه کشتن و آورده میپروشه. انخوی بسیار مردم آب، مشکلات آب، زمین بسیار پر ایمان کم متی آب. خیلی امارات اسلامی خوشی میکنیم، همه یکی را غرض نداره، هر کس به خود کار بر میکنه. از طرف امارات اسلامی بر ملت کمک، بر کمک ملت بازسازی کرده، آبر خانه شب است. شب روز بگردی اما وقتا بعد از شام بیرون شده نمیتونه احتمالی مادر بریم نان خورده یا شام خانده میایم. ایش مشکلی مشکلی میشه. سابق که ده تا بال خوب است، تغییرات زیاد است. از سوی امارات اسلامی است الحمدلله خوب پیش میره، جاها را زیاد جور میکنن، سرکا است، دکان ها و ساختمان ها است. میشه خوب پیش میره. ایسا سر وقت که نامشه خوب میشنم، خورسند میشم. هرچقدر که زودتر بیا و بان خویم بیا که سهولت زیاد میشه دیگه، کاربارم شاید زیاد باشه اگر خوشتی به بیایم. گوشتی مایدگی سودا میکنیم، گوشتی کله، گوسپند همه سودا میکنیم. بیا دقیقی روزانه چند کله رو بروشت؟ روزانه برای اگر دوتا، سیتا، یک چارتا، پنجتا سودا میکنیم. خوش هستین از کاربار؟ شکر فضل خدای نمیده گزاران میچه کمتون مقصد یک کفایت داره. مقصد نمیده برای یک چربه سودا میکنیم، اشکنبه همه چیزا را سودا میکنیم، مایدگی دیگه همه پاک کده، سوترا سپاک کده سودا میکنیم. کاکا جان چقدر آرام هستیم؟ شکر پلو خدا آرام هستیم. از امارت اسلامی آمدن بطر آرام هستیم. از همه ما مردم خوش هستیم. از امارت اسلامی برده آمده برده دوز دوز بازی ظلم کنندگی اونا همه ایش خلاص شد. مزیت مردم این سابقه نه میبینی که برده جان چور چپاول بود، دیگه بود، دیگه بود، اون همون چیزه. ولی پلو خدا او گپا نیست. امارت اسلامی زباین آمده و تقرات آمد دیگه. امارت اسلامی ما مردم خفه نیستیم، خوش هستیم. امارت اسلامی آمده چیزا همه سودا ساته و چیزا همه ایش آرام ما سایشته هست. ما مردم خوش هستیم. ده درش پر لغیگی و زیر راکیگی دا وطن آبادیگی دا وطن آبادی اینمی کاربر، اینمی چیز هست دیگه، روغن و آرد، اینمی چیز هست. قیمت هم خیلی پایین هست داره، خوب است مثلا. خرید پروش هم خوب است، مردم کل چیزها را میگرم، میان وقت شمی میقصد دیگه. غرب کار نباشه، کل چیزها ارزان هست داره. حالا که خیلی خیلی خوب تغییرات آمده. مقصد اول خیلی قیمت بود، یک دانه یا دو دار 400 روپیه بود، حالا یک دانه یا 1600 روپیه آمد. من خوب است دیگه. این کاربر می نمی هست دیگه. چی هست نام بگیرین؟ چی پروش؟ برنج هست، روغن هست، آرد هست. این همه قسمی هسته دیگه. چطور از قیمت ها؟ قیمت ها خیلی ارزان است نام خدا. پنج لیتر روغن بیست کم هست، بیست کم 400 روپی هست. بیست لیتر ها از این 1600 روپی هست. ده لیتر ها 1800 روپی هست. شکر ارزانی است، خیلی ارزانی خوب است. این برنج لوک میگم هم مردم اینا در قندوز می آید دیگه. از کجا می آید؟ در قندوز، طرف قندوز. خب برنج زیادتر مردم از زیادتر مردم اینمی برنج بسیار رسم رواج اینمی است. دوی طلام دهی پخته میشه. این سیریج اینمی 300 روپیه است، بس کم 300 است. اینمی ساد مردم بسیار خوب است نام خدا. اینمی شرایط، اینمی خشکسالی بسیار خوب است نام خدا. شکر الحمدلله خوراک پروشی است. رو به گذشته خیلی خوب هستن، مطابق دلار ارزان شدن همه چیز. هم از طرف امی دلار که پایین شوه خوراک پروشی ارزان میشن. بسیار مردم فایده می رسانه، چرا که امسال خودتان خبر دارین خشکسالی است. خب دیگه است، از او خاطر امی دلار که پایین شوه خود به خود پایین می آید، هیچ حاجت به چیز نیست. اینجا که است این شهر ها جور شده را استن، مالی ها جور شده را استن، امنیت خوب استن، شکر الحمدلله. رو به خوب است، به خیر الحمدلله. این آبادکاری ها از طرف کی شده است؟ از طرف شهروالی جور میشن، مردم رو به ترقی استن الحمدلله. شهر ما خیلی رشد است الحمدلله. پروژه قشتپک است، خیلی چیز استن. انخوی مردم 90% کشتکار زمین زیاد است. اگر فکر میکنیم قشتپک در انخوی برسه، غله و غلجات مکمل در افغانستان در انخوی تولید میشه. غله، برنج، همه چیز. چرا که زمین کشتزار بسیار زیاد است اینجا.
مردم خیلی استقبال میکنن، چرا که وطن خودشان است، آرامش و آبادیش و مردم خوش میشن که بیاین. امارات اسلامی خیلی کمک میکنن مهاجرین، مردم هم کمک میکنن. خوش هستیم که مردم ما بیاین، زندگی خانهش است، خودت وطن خودش است، خوب راحت شب روز امنیت است، الحمدلله بسیار خوب است، خوش میشیم که بیاین. نسبت به 50% پایین آمده. پار سال که اینمی روغانا که است 900 روپیه بود، آلی اینن 400 روپیه رسیده. نسبت شده رو 2000 روپیه یک بوجی آرد بود، آلی 1300 روپیه رسیده. خوشال و گری دا وطن دی دا وطن عبادی گی دا وطن عبادی گی اس نہ جگڑشتا او نصرے وین بہی گی دا وطن آبادی گی دا وطن آبادی گی خوب میلے دلے انشاءاللہ تزل جڑی گی دا وطن آبادی گی دا وطن آبادی گی دتروش پور لغی گی وزیر الحمدلله ولسوالی انخوی یک ولسوالی است که به سطح ولایت فاریاب یک اول نمبر ولسوالی است، یعنی تعداد نفوس زیادی داره و تمام اداره های ولسوالی مکمل و منظم فعال می باشد. 32 اداره را ما همیش کنترل میکنیم و تعقیب میکنیم و مراقبت میکنیم، میبینیم او کارکردگی از تمامی از مسئولین را الحمدلله هیچ مشکل ندارد. میزان مردم همکاری مردم انخوی خیلی از مجاهدین خوشحال است، چون که ملت افغانستان ما و شما بسیار شهید دادگی است و بسیار اسیر داده است و بسیار همکاری های جانی و مالی و اقتصادی به همراه مجاهدین خود کردگی هسته به زمان به وقت اشغال امریکا، او همگی ملت ما با غم ما و شما شریک هستند. هیچ مشکل ندارد از ملت خو، از مجاهدین خو ملت راضی است و خوشحال هستند. مهاجرین که است بسیار کم وقت می شود که به ولسوالی های ما رسیده، بسیار خیلی کم وقت می شود، به تعداد 2 ماه الى 1 ماه می قدر می شود که مهاجرین می آید. اما مهاجرینی که کارت سبز داره و کارت فنساله زرد داره، اینا دولت به امرایشان همکاری از امو سر مرزم کرده و موترارم به امرایشان همکاری کرده، منظم به این منطقه رسانده او به اینجا که ما اوراق خرمیه را باز ما به اصطلاح تایید میکنیم، اینجا ثبت میکنیم که با اینده اگر کدام مؤسسه یا دیگه به همراه ازنا همکاری شوه، به اصطلاح به منظم به این مهاجرین کمک هایی از طرف حکومت افغانستان از طرف امارت اسلامی باید برسد. در یه آخر خوشبختانه از طریق شاروالی اندخوی پروژه های مختلف عامل منفعه و آیداتی بردش 10 میلیون افغانی کارش جریان داره. میریم به سراغ شاروال انخوی که کدام پروژه ها را تحت کار دارن و کدام پروژه ها قرار است در سال پیشرو کارش آغاز شوه و خوشی های مردم و استقبال مردم از این پروژه ها چی هست؟ در سال جاری ما 3 پروژه در آخر 1401 مانده بود، او را در حال اعمار است، یکش تکمیل شده و 2 پروژه ما زیر کار است و 3 پروژه دیگر هم امسال 1402 به دست گرفتیم و در نظر گرفتیم. انشاءالله انقریب اینمی مارکت بغل شاروالی سرک آقینه در حال اعمار است، انشاءالله شروع میشه. بخیر، پروژه هایی که زیر کار است یا 39 میلیون، حدود 39 میلیون هزینه داره و پروژه هایی که زیر کار است 9 میلیون هزینه داره و پیش بینی شده. منابع عایداتشان اینمی است، سالانه در حدود 29 میلیون زیادتر پیش بینی شده هستیم. الحمدلله در نزدیکترین فرصت بسیار پروژه های کلان داریم، حتی از فواید عامه پروژه ها را در نظر گرفتیم. از اون طرف سرک میمنه از یما پترول به زیایی، از این طرف یما پترول به آقینه، سرک آقینه داخل شهر بیروبار نشه، اونجا را قیرش ما امروی انقریب انشالله گپ زدیم، کارهایش تکمیل است و دیگه انشالله
دو تا چوک دیگه هم سمت آقینه و بالا حصار سمت غرب انشالله جور میکنیم و دیگه داخل شهر دو کاکینه بسیار منظم با چهار منزله و پنج منزله جور کردیم و در آینده نزدیک الحمدلله انشالله با مردم اطمینان میتیم. 100% بهترین صورت شهر اندخوی تغییر میخوره و جور میشه انشالله. سال جاری اواید پیشبینی ما از 29 میلیون زیادتر حدودا نمی قدر است و حدود 13.5 میلیون افغانی تا حال جمع‌آوری شده. پرداخت حقوق شاروالی ها بالای اشخاص و افرادی که در صنف ها مختلف همراه شاروالی ها عقد قرارداد دارند. بخصوص در قسمت پرداخت کرایه دکاکین، در قسمت نصب آن تنها، گنج بازار، تای بازار، همه از این عواید شاروالی هاست. هر کدام از این به وقت زمان نظر به عقد قرارداد، نظر به پروتکل همراه شاروالی ها دارن، به وقتش باید پرداخت بکنن. خصوصا صفایه ها در وقت زمان باید پرداخت شود. در قسمت تجایی بازار بر وقت زمان تحویل شود و چیزی باقی نمیمانه. چیزی که باقی میماند چون شاروالی ها قوه اجرایی ندارن مکلف میشن با قماندانی ها از به همکاری از او با زیافتر در قسمت جمهوری عواید خود کنجکاوی بکنن. لازم است که همه کسایی که همراه شاروالی چه دارن عقد قرارداد دارن با زمان خود حقوق شاروالی را پرداخت بدارن. هر کس باید مسئولیت خود باید بدانه، خصوصا در شهر در قسمت نظم شهری، پاکی، صفایی، پرداخت و حقوق، تخصیص جوازنامه و مکلفات های خود بدانه، هیچ مشکلی باقی نمیمانه. اون مشکل اینجا است که هر شهروندی که در اینجا پیشه‌ای دارن تنها ای را میدانن که صبح دکان خدا باز بکنن باز برون. این مسئولیت نیست، مسئولیت شهری با شاروالی شهر ما، خانه ما، همه مکلفیت خدا داره. تنها یک شاروالی نمیتونه یک درخت سبز بکنه، همه مسئولیت خدا داره. هر کس به اندازه طاقت خود، به اندازه مسئولیت خود در قسمت شهرنشینی خود وجایب خدا داره. شاروالی هم میتونن که مستقیم با مردم خود یک جایی در قسمت نظم شهری خود همکار و دامدار خود باشه. هی و تخلص لخائنان و دعوتن ابادیگی، دعوتن ابادیگی بیر زر بسیال شد سیال. بینندگان محترم رادیو تلویزیون ملی افغانستان و علاقمندان برنامه میهن من، این بود برنامه کنونی که از ولسوالی انخوی ولایت فاریاب تقدیم شما گردید. تا تقدیم برنامه‌های بعدی شما را به خداوند پاک و بی‌نیاز می‌سپاریم. خداوند نگهدارتان.